سلام یک شمه 24 آبان 88 15 نوامبر 2009 میلادی راجع به هفت موضوع امروز صحبت کنیم موضوع اول دیدار آقای کروبی و موسوی و تأکید این دو بزرگوار بر حفظ دیسیپلین مبارزات بیخشونتی این بحث رو مکرر در مکرر کردیم و حالا که دو تا از چهره های شاخص جنبش سبز و از رهبران ما اونها هم تأکید کردن باز هم حجت قوی برای همه ما که حواسمون باشه بر اینکه دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو حفظ بکنیم به خصوص اینکه اخباری هم داریم که حکومت تصمیم گرفته با این تاکتیک جدید که یک عده مزدور بگیره و خشونت ورزی بکنه با این روش در واقع عکس عمل متقابلی رو ایجاد بکنه و, و هم موجه بکنه خشونت ورزی خودش رو و همین که با عکس و فیلمی که منتشر میکنه چهره جنبش رو در دنیا هم خدشدار کنه و مظلومیت مردم ایران رو من باز هم تأکید بر این انگشت تأکید بر این نکته میگذارم که این اصل مبارزات بی خشونت که هر کاری که خشونت ورزی معمورین رو در ذهن اونها موجه بکنه خط قرمزی که به اون نباید نزدیک شد اما این حرف به معنی این نیست که از خودمون دفاع نکنیم وظیفه داریم که خشونت ورزی نکنیم اما وظیفه نداریم که بیستیم تا مثلا گوشت دم توپ بشیم یا کتک بخوریم یا دستگیر بشیم یا غیره بلکه گریز یا دفاع یا متوقف کردن مثلا موتور یا مسدود کردن مسیر جابجایی سرکوبگرا یا ترسوندن اونها و امثال هم روش هایی است که می تواند ما رو حفظ بکنه بنابر این برنامه ریزی برای اینکه چگونه از خشونت ورزی اونها جلوگیری کنیم بدون اینکه خودمون به دام خشونت ورزی بیفتیم بحثی است که راجع به بحث های 16 آذر وعده شب دادیم باز هم راجبش صحبت خواهیم کرد این نکته را هم بگم که پلیسی که اونیفورم تنشه یا هر نیرویی که رسمی هست به هر حال شناخته شده است و بحثی که ما با اونها داریم و دائما تکرار کنیم و دعوت اونها بر حفظ مردم یک بحث دائمی است اما آدم های لباس شخصی که هیچ کس هم مسئولیتشون نمیپذیره بحث جداگانه ای دارن که روزهای بعد بهشون میپردازیم نکته دومی که میخواستم بگم مادران داغدار هست به معمول هر شنبه دیشب هم در پارک لاله تهران مراسم داشتن علا رغم محدودیت ها در بلاخره خودشون رو به کنار همون میادگاه هر هفتهشون آب نمای پارک رسوندن سرود ای ایران رو هم خوندن و پیوستن به اونها انتشار اخبار گرد همایشون انتشار فیلم و عکسشون و همینطور هم اکسیون و کنش سیاسی خانواده های زندانیان سیاسی تجمع و احیانا بعدا تحسن و اتصاب غذاشون از جبهه است که حتما باید به اون پرداخت و حتما هم باید که پشتیبانی کرد چرا که هم در توسعه جنبش نقش داره و هم در فرسایش کودتاچی ها نقش جدی داره نکته سوم اظهارات آقای عزیز جعفری و تاکیدش بر اینکه آنچه سپاه میکنه به دستور رهبری است در مراسم به اصطلاح جایگزینی آقای همدانی به جای آقای عراقی که خود آقای عراقی هم به جای آقای شوشتری که در حادثه ای انفجار در بلوچستان کشته شد منصوب شده مجددا آقای عزیز جعفری تاکید کرده که آنچه سپاه میکنه با نظر رهبری است الان مدتی است که این آقای فرمانده سپاه پاسداران به هر بهانه ای تأکید میکنه که ما هرچه میکنیم به دستور رهبری است چرا که خیلی خوب میداند که جنایت کشتار و تجاوزی رو که سپاه به حقوق یک ملت داره میکنه به جای دفاع از یک ملت که وظیفه نیروی مسلح کشوره این امری است که ننگش بر پیشانی شخص ایشون و سپاهی ها مینشیند تاریخ تاریخه و اون رو میخواد که گردن رهبری بندازه غافل از این که اولا این المعمور و معذور نداریم و این عذر بهانه برای آقای عزیز جعفری و همه سپایی هایی که دست در این جنایت آلوده کردند نیست و از یک جهت هم بسیار خوبه برای اینکه آقای خامنه ای نمیتواند دو فردا ادعا کنه که من در جریان این جنایت ها نبودم فرمانده سپاهش بارها تاکید کرده که به دستور ایشون هر کاری رو کردن و این ضمنا هشداری هم هست برای عناصر ساده ای که ممکن است از روی ایمان فکر کنند که مثلا مقام ولایت فقیه واجب الاطاع است هیچ کسی وقتی که دست به کار جنایتکارانه ضد دین ضد انسانیت میزنه آنچنان که آقای خامنه ای به دستور سپاهی مدت این کارا رو کرده واجب الاطاعه نیست و هیچ کس وظیفه نداره از جنایتکار و آدمکش و متجاوز تبعیت بکن نکته چهارمی که میخواستم بگم خودکشی آقای دکتر رامین پورارزجانی دکتر که ظاهرا خدمت سربازیش رو در کهریزک گذرونده بوده و به جرم اینکه دخالتی داشته در این جنایت هایی که اونجا شده جزو مزنونین بوده و الان خبر مرموز خودکشیش مطرح شده به هر حال در نظام های دیکتاتوری وقتی که بیاعتمادی مردم هست جای هر شایعه ای هم باز میشه و وقتی خبررسانی شفاف و مطبوعات آزاد نیست مردم حق دارند که هر سعا هر خبری رو با تردید نگاه کنن از جمله اینکه الان به شدت مطرحه که آقای دکتر رامین پور ارزجانی کسی بوده که شاهد جنایت هایی بوده و مسئله داشته و میخواسته اینها رو اعلام بکنه و خودکشی او واقعیت نداره بلکه کشته شده حال موضوعی است که باید دنبال کرد و مترسده اخبار بیشتر بود اما نکته پنجم این که محکومیت هشت ساله‌ای برای آقای عبدالله مومنی از فعالین دفتر تحکیم وحدت دانشجویی فعالین جنبش دانشجویی و از بنیانگذاران و فعالین سازمان ادوار تحکیم بریده شده البته مراحل تجدید نظر و نهایی شدن مونده ولی این حبس های سنگین مدت بیشتر برای این نیست که گام های محکم مبارزین رو بلکه لرزان بکنن و دیگران رو بترسونند نکته ششمی که میخواستم بگم مسئله این است که در 16 همه آزرما وقتی که ممکن است حکومت دوباره مزدورانی رو با این تاکتیک که فکر کرده امثال آقای نقدینا فکر کردن روزی 400 هزار تومن بدن و بخوان به دانشگاه ها بفرستن که به دانشجو و دانش آموز و مردم حمله بکنه که حالا نحوه جلوگیری از اونها رو باز بحث خواهیم کرد ما باید یادمون باشه که فشاری که به نیروی انتظامی و سپاه میاریم باید این باشه که وظیفه قانونی شما این است که از مردم محافظت بکنیم پلیس به وجود اومده حقوق میگیره برای اینکه از مردم محافظت بکنه وقتی یک عده که هیچ هویتی ندارن لات و ارازل و اوباشی هستن که با ابزار سرکوب به مردم حمله میکنن این وظیفه پلیسه که از مردم دفاع کنه لذا این بازی روانی که ما دائما باید بگیم که چرا از حقوق مردم دفاع نمی کنید و تمیست که در روزهای بعد هم باز راجبش صحبت خواهیم کرد و از یک جایی در واقع ما از طرف ملت باید دائما سپاه و نیروی انتظامی رو به عنوان سازمان هاشون و اعضایشون دعوت کنیم که به ملت بپیوندن و از حقوق ملت دفاع بکنن اما نکته آخری که میخواستم بگم این است که ایمیل های دریافت کرده بودم که غیر از این دو روزی که در سفر بودم و برنامه طبیعتاً کیفیت فنیش خوب نبوده اما روز قبل از اون هم چون کیفیت صدا به دلایلی مشکل داشته اعتراض کرده بودن و خواسته بودن توضیح من بدم ضمن اینکه که عذرخواهی باید بکنم از بد بودن کیفیت صدا این نکته رو هم بگم که به نظر من این بسیار بسیار کار خوبی است که ما به مثل منی که به هر حال یک کار سیاسی دارم میکنم اعتراض بشه و طلبکاری بکند هر کسی که بیننده این برنامه است که من وظیفمه که صدای خوب کیفیت خوب و برنامه مناسب ارائه بکنم این اون فرهنگ درستی است که ما باید از سیاستمدارا طلبکار باشیم و وظیفه سیاست مداراست که برای مردم خوب کار بکنن و اگر خطایی کردن اصخایی بکنن باز هم از همه شما به دلیل بد بودن کیفیت صدا در دو روز پیش اصخایی میکنم تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران ایرانی